خوش آمد آقای خیلی، خیلی افتخار دادید. اختیار دارین. درود بر شما و درود بر بینندگان بسیار عزیزتون. میبینم دست پرم آمدید. کتاب عرصه نبرد، ترجمه فارسی کتابی که مایکل فلین نخستین مشاور امنیت ملی مستعفی آمریکا در دولت آقای ترامپ، اولین بحران. ببین این کتاب بسیار کتاب مهمیه به نظر من. این کتاب که The Field of Fight، در عرصه نبرد، بسیار کتاب مهمیه از نظر ما ایرانی ها و سیاست خارجی پرزیدنت ترامپ در رابطه با همجوری که شما گفتی خاورمیانه و البته ایران. بسیار کتاب مهمیه. برای چی؟ برای اینکه تفکر و اندیشه های مایکل فلین رو داره مطرح میکنه در امور مسائل امنیتی و نظامی، که چگونه ما بایستی با حکومت هایی مثل حکومت جمهوری اسلامی، یعنی ما یعنی آمریکا، حکومت جمهوری اسلامی مقابله بکنیم. این کتاب کتاب به نظر من بنیادیه، به دلیل اینکه درسته که مایکل فلین از کار برکنار شده و درسته که الان در کاخ سفید نیست، ولی باید توجه کنیم که این استراتژی و این تز داره اجرا میشه و قراره اجرا بشه چون پرزیدنت ترامپ در صحنه است. خب از همینجا شروع کنیم. مایکل فلین با اتهام ارتباط با روس‌ها از کار کنار گذاشته شد و بعدها حتی برخی دیگر از گروه‌ها، حتی یک چهره ایرانی نزدیک به او که حالا اسمم نبریم از ایشون، با همین اتهامات و همکاری با ترک‌ها و نمی‌دونم مسائل این دست بودن. این شایعه‌ها در دوروبر دولت آقای ترامپ از روز آغاز به کار تا الان قربانی‌هایی هم گرفته. آیا این شایعات تونسته تو روند کار ایشون تأثیری بگذاره یا نه؟ واقعا دولت آمریکا داره کار خودش رو در مقایسه با دیگر دولت‌ها جدی و قدرتمند پیش می‌بره. بله، اینطوری که نمیشه اینطوری به قول معروف بحث رو نگاه کرد. ولی مثلا یه نمونه مثلا در وزارت امور خارجه آمریکا که آقای رکس تیلرسون اومده. رکس تیلرسون خب هیچ گونه پیشینه کارهای این چنینی نداره، به عنوان وزیر امور خارجه الان اومده نشسته، مثل خود آقای ترامپ که هیچ پیشینه کارهای مثلا فرض کنیم یک گاورنر باشه، یک فرماندار باشه، یک سناتور باشه، یک نماینده کنگره باشه، این نوع کارهای دولتی رو نداشتن. آقای رکس تیلرسون هم نداشته. آقای رکس تیلرسون در مقام وزیر امور خارجه الان در وزارت امور خارجه امریکا 30% پست ها خالیه. این پست ها یعنی پست های چه مدیریتی، چه پایین تر از مدیریتی در وزارت امور خارجه نیست. حالا باید ببینیم که آیا این وزارت امور خارجه که 30% پستاش، چه پست های کلیدی و چه پست های غیر کلیدی توش هنوز مستر کار نداره، آیا میتونه کاراشو انجام بده؟ واقعا این کار، این حرف یعنی یک حرف، یعنی خیلی اهمیت داره این موضوع. درست. که بایستی نگاه کارشناسی نسبت به این مسئله انجام. همینجا بایستی مقایسه کنیم با دولت اول آقای اوباما یا دولت اول آقای پرزیدنت بوش یا حتی کلینتون ها. این چند سال، این چند دهه، این دو سه دهه اخیر که حداقل آمریکا، اگر اول خیلی روتین تری حالا میتونیم در رسانه ها حداقل پیگیرش کنیم و اویدنس هاش، شواهدش در دسترسمون است، آیا سابقه داشته که 10 ماه از تاسیس دولت بگذره و هنوز 30% پست های مهم دولتی خالی بمونه؟ نه دیگه، فقط شما الان مثلا آقای اوباما رو که نگاه بکنید، آقای اوباما خودش یه آدمیه که از قبل پیشینه یه کار سیاسی داره، سناتوره، بعد اومده تو این کار، بعد تیمی رو انتخاب میکنه که این تیم خودشون آدمایی رو، یعنی خودشون هم تو کار سیاسی هم، مثل خانم فرض کنید هیلاری کلینتون. خانم هیلاری کلینتون میاد با یه تیم میاد، این تیمش رو در جاهای مختلف وزارت امور خارجه آمریکا چیکار میکنه؟ مینشونه. در حالی که آقای رکس تیلرسون کسی رو نداره به صورت تیم که یک تیم سیاسی برداره بیاره. این برای اولین باره حداقل در 100 سال اخیر که یک فردی خارج از حلقه قدرت در واشنگتن وارد کاخ سفید شده. این اتفاق های به نوبه خودش اساسا یک زلزله سیاسی در واشنگتن البته که بوده شد. البته که زلزله سیاسی بوده. به همین دلیلی که وقتی ترامپ میاد پرزیدنت میشه، میگه من وقتی پرزیدنت بشم تغییر خواهم کرد، ولی بعد از یک سال تمامی تقریبا کارشناسان، به خصوص مثلا یک
برنامه رو داشتم میشنیدم از NPR، رادیو نشنال پابلیک رادیو، رادیو عمومی امریکا، که کارشناسان با همدیگه بحث میکردن، گفتن به طور مطلق قبول کردیم که ترامپ پرزیدنسی رو عوض کرده و ترامپ خودش به عنوان یک پرزیدنت نمایش داده نشده، بلکه نهاد پرزیدنسی رو مقدار زیادی چیکار کرده، تغییر داده و نوع نگاهی که به این نهاد میشه دیگه اون نگاه سابق نیست. مثلا فرض کنید ببینید امریکا حداقل از سال 1940 به بعد رهبر جهان آزاده، یعنی وقتی ما در مورد پرزیدنت امریکا صحبت میکنیم در مورد پرزیدنت یک مملکتی که جهان آزاد رو رهبری میکنه، یعنی جهان رو رهبری میکنه در حقیقت. و عملا در تمام این طول سالها از ترومن گرفته، خدمت شما عرض کنم، آیزنهاور، کندی، جانسون، نیکسون، بعد کارتر، بعد ریگان، بعد همه اینا رهبری جهان آزاد رو به عهده دارن و جهان به اینها رو به عنوان رهبر خودش میپذیره. ولیکن امروز بعد از گذشت یک سال یک اتفاقی داره میفته که دیگه امریکا اون رهبری جهان آزاد رو به عهده نداره. خب اینو در مورد آقای اوباما هم میگفتن، یعنی میگفتن که این بحران رهبری در دنیا و اینکه پرزیدنت اوباما عملا این کرسی رو شل کرده بود، این قدرت رو شل کرده بود و صداهای دیگری میومد که دیگه رهبری آمریکا رو به عنوان رهبر جهان قبول نداره به گوش میرسید. آیا آقای ترامپ وارث این ضعف رهبری در عرصه جهانی است پرزیدنت اوباماست، یا اینکه نه این در دوره ترامپ داره به تجلی میرسه؟ ببینید پرزیدنت اوباما پرزیدنت رهبری جهان آزاد رو داشت، یعنی از طرف جهانیان به عنوان پرزیدنت جهان آزاد و جهان معرفی میشد، ولی در داخل امریکا بود که معتقد بودن که پرزیدنت اوباما به اندازه کافی قدرت نداره، به دلیل اینکه پرزیدنت اوباما لشکریان امریکا رو از عراق خارج میکنه، از افغانستان تعدادشون رو محدود میکنه، به طور کلی درگیری های نیروهای رزمی و نیروهای زمینی امریکا رو کاهش میده، چنانچه دیدیم فرض کنید در جریان لیبی نیروهای رزمی امریکا یا نیروهای زمینی امریکا وارد جنگ نشدن، در سوریه امریکا سعی کرد به طور کامل، یعنی به طور قطعی، نه فقط نیروهای زمینیش رو وارد جنگ نکنه بلکه حتی نیروی هوایی هم وارد جنگ نکنه. این نوع کارهایی که پرزیدنت اوباما به خاطر چه کرد این کارها رو؟ به خاطر اینکه در کمپین های انتخاباتیش اگه یادتون باشه قول داد به مردم که سربازان امریکایی رو از عراق خارج میکنه، سربازان امریکایی رو به طور بسیار شدید کم میکنه در افغانستان و همین کار رو هم کرد. همین کار رو واقعا کرد. گوانتانامو رو البته نبست کامل، ولی تا اونجایی که تونست این زندانی های گوانتانامو رو برگردون به کشورهای خودشون، تا اونجایی که قول داده بود تو کمپین های برای اینکه امریکایی ها و به طور کلی امریکا از این مسئله خسته بود که نیروهای امریکایی کشته بدن در جهان خارج، یعنی در جهانی غیر از جهان امریکا کشته بدن بدون دلیل، و این یعنی 5000 خورده کشته‌ای که در عراق امریکا داد، امریکایی‌ها رو در این زمینه بسیار بسیار خسته کرده. این قضیه کمی فرق می‌کنه، یعنی واقعا اوباما همچنان توسط بسیار آدم محبوبی بود در دنیای خارج، در خارج از امریکا. در داخل امریکا اما در داخل امریکا محبوبیت خودش رو داشت، ولی یه عده زیادی از ریپابلیکن‌ها به خصوص و جمهوری‌خواه‌ها موافق این برنامه و این نگرش نبودن و به همین دلیل معتقد بودن که امریکا در برابر بسیاری از کشورهای دیگه ضعیف شده، و این نحوه نگاه در حقیقت یک تعدادی از امریکایی‌ها در این زمینه بود. خب آقای خلیلی، انتخاب آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور، به عنوان یک فردی که خارج از حلقه قدرت بود، رو برخی ها انتخاب فردی یا به عبارتی شکست حلقه قدرت، شکست سیاست مداران در واشنگتن تلقی کردند که فردی رو خارج از حلقه سیاسیون به کاخ سفید مردم رسوندن. خود آقای ترامپ هم اخیراً در قبال همین شکست هایی که جمهوری خواهان در
دو ایالت نیوجرسی و مریلند متحمل شدن در انتخابات ویرجینیا معذرت میخوام تحمل کردن، گفتن که دلیل شکست جمهوری خواهان این بوده که اونجور که باید خودشون رو به من یعنی دونالد ترامپ نزدیک نکردن. این رو چگونه ارزیابی میکنید؟ این یه خود بزرگبینی رئیس جمهور آمریکا در کرسی قدرت هست یا واقعا نشانگر اینه که یک برند همونجوری که حالا در تجارت ترامپ برند هتل سازی، ساختمان سازی، کازینو سازی، حالا هر چیزی رو ساخته، در سیاست هم داره برند خودش رو میسازه؟ خب در اینکه برند آقای ترامپ ساخته شده که تردیدی نداریم، باید قبول کنیم این برند یا این نحوه تفکر و این ویژگی به وجود اومده، باید پذیرفتش که واقعا پیروزم شده. یعنی در 50 سال یا در 100 سال گذشته که همچه اتفاقی در امریکا نیفتاده. البته بگم همیشه انتخابات امریکا یک چجوری میشه گفت یک نوعی سورپرایزینگ و شگفتی داره. شما وقتی کندی بر نیکسون پیروز میشه در 1960 فلواقع یک شگفتی عجیبه، چرا که نیکسون معاون آیزنهاور، آیزنهاور قهرمان جنگ، نیکسون معاونشه در بسیاری چیزها، بین 52 تا 60 برنده شده امریکا. درسته که جنگ کره رو به هر حال متارکه کرده، در جریان کانال سوئز آیزنهاور خودشو نشون میده و دستور میده به انگلیس و فرانسه برگردن و اسرائیل برگردن از کانال سوئز. در جریان دکتر مصدق امریکایی‌ها برنده میشن، میتونن کودتا بکنن، ولی میبینیم که در 1960 کندی برنده میشه، یعنی واقعا سورپرایز میشه. در جریان 1980 میبینیم که رونالد ریگان بر علیه جمهوری کارتر برنده میشه، یا کلینتون در 92 علیه جورج بوش پدر، یا حتی خود جورج بوش پسر بر علیه الگر. چرا مثلا ما میبینیم که واقعا در دوران کلینتون بیشترین کار اقتصادی خوب انجام میشه، میزان کمبود بودجه نه اینکه منفی دیگه نیست، مثبت، همه اینا اتفاق میفته، ولیکن الگور میبازه و بوش پسر. بنابراین همیشه انتخابات آمریکا، مثلا خود باراک اوباما حضور یک سیاه‌پوست در کاخ سفید و همسر سیاه‌پوسترش در کاخ سفید، خب یک واقعا چیز عجیب شگفت‌انگیز بوده. یعنی انتخابات آمریکا همیشه شگفت‌انگیز بوده. حضور ترامپ هم به عنوان یک شگفتی دیگر در انتخابات امریکا باید مثال زد، و این استبلیشمنت جدیدی که به وجود اومده البته که یک مهر جدید یک برنده، ولی باید توجه بکنیم که امریکایی‌ها همیشه نگاهی که میکنن به عنوان انتخابات نگاه دگرگونه‌ای. الان شما واقعا میبینید که شکستی که جمهوری خواست شنبه شب گذشته اتفاق افتاد نشون میده که دموکرات‌ها خودشونو آماده کردن، حرفایی رو که میبایستی لازم بشه زدن، و انتخاب کنندگان رو یعنی مردم رو متقاعد کردند که این روشی که الان در کاخ سفید اجرا میشه و در امریکا اجرا میشه حداقل در مناسبات داخلی و مسائل داخلی کار درستی نیست و بهتره که ما بریم و این شرایط جدید رو به هم بزنیم، و میبینیم که موفق هم شدن. یعنی ما واقعا در دو ایالت نیوجرسی و ویرجینیا یعنی من میخوام بگم که بیشتر من شکست ترامپ و طرفدارانش رو نمیبینم، بلکه پیروزی دموکرات ها و این عقیده رو که مثلا میگه که اوباما کر شما نمیتونید همینجوری ریپیل و ریپلیسش بکنید، از بینش ببرید. بایستی اوباما کر اگه واقعا میخواید از بین ببرید باید یک برنامه ای رو بدید که مردم صاحب بیمه همگانی بشن، صاحب بیمه باشن، حتی اگر هم همگانی نیست، ولی یک اتفاقی نیفته که اولا قیمت هزینه بیمه شون بره بالا، صاحب بیمه نباشن تعداد بیشتری از مردم آمریکا. و بالاخره دیدیم که به هم زدن اوباما کر توسط پرزیدنت ترامپ در کنگره امریکا با شکست مواجه شد. این شکست به معنی اینه که حتی با اینکه تعداد جمهوری خواها چه در سنا چه در مجلس نمایندگان تعداد بیشتریه، ولی همرأی با رئیس جمهور نبودن. خب و
همینجا نکته شروع میشه. مجلسی که جمهوری خواه، رئیس جمهوری که از حزب جمهوری خواه در کاخ سفید مستقر هست، دولتی که تقریبا یک سوم کرسیاش بعد از 10 ماه دست کم در برخی از جدیترین دپارتمان ها، جدیترین وزارتخانه ها خالی مونده از جمله وزارت خارجه، آیا واقعا آمریکا داره 4 موتوره به قول قدیمی ها پیش میره یا واقعا لنگان لنگان چرخ سیاست رو در این عرصه پیش میبره، در حالی که ادعای بازآفرینی قدرتمند Great America Again رو دوباره داره برای خودش؟ چرخه سیاست امریکا با توجه به شرایط ویژه‌ای که الان از لحاظ اقتصادی امریکا طی میکنه، یعنی بخش ثروتمند جامعه موفق شده به مراتب ثروتش رو افزایش بده و شاخص دال جونز اوریج که مهمترین شاخص رشد اقتصادی مملکته نشون میده که نسبت به سال 2008 که پرزیدنت اوباما اومده و جای پرزیدنت بوش پسر رو گرفته که اون موقع مثلا حدود 8000 بود، الان ما به مرز 24000 میرسیم، یعنی 3 برابر شده و این 3 برابر در عرض 1 سال گذشته بیشترین مقدار رو تونسته به خودش بگیره. چون از لحاظ اقتصادی شرایط امریکا، یعنی بزرگان امریکا موفقیت بسیار داشتن و این بزرگان وقتی موفقیت دارن خب طبیعیه که میزان بیکاری هم میاد پایین، میزان بیکاری ولی به طور کلی طبقه متوسط کمتر میشه، بزرگا در بالای هرم اقتصادی قرار میگیرن، شما بهتر میدونید در جامعه شناسی و در قاعده هرم تعداد بیشتری از افراد قاعده هرم میان، یعنی از طبقه متوسط میرن به طبقه قاعده، ولی کم به طور کلی میزان بیکاری الان زیر 4.1% در سطح فدراله و بنابراین کمترین مقدار در عرض 2-3 دهه گذشته نشون میده. این شرایط باعث میشه که امریکا درست خودشو نشون بده، ولی همین جوری که میگین از لحاظ سیاسی مثلا ورز کنیم وزارت امور خارجه که 30% پستای کلیدی و غیر کلیدی هنوز کامل نشده، خب مشخصا بایستی لنگ بزنه و از لحاظ خصوص روابط خارجی مشکل باید پیدا بشه. خب بذارید اینجا فضا رو باز کنیم و به صورت استپ بای استپ به قول این آمریکایی‌ها با هم جلو بریم و جدای از هم این شرایط رو ببینیم. در سیاست خارجی دولت آقای اوباما با دو چالش، دولت آقای ترامپ با دو چالش جدی روبروست، یکی کره شمالی و دیگری ایران. این دو چالشی که مشخصا ازش یاد کردن، حوصله برجام رو ندارن، عملا ایران رو ناقض روح برجام میدونن، اون رو بدترین توافق تاریخ خوندن و از تایید مجدد پایبندی ایران به برجام خودداری کردن به عبارتی، و از اون سمت هم گفتن که صبر استراتژیک ایالات متحده آمریکا در مورد کره شمالی به سر رسیده و عملا یک جور آمادگی برای رویاروی نظامی تمام عیار رو چه در شرق دور و چه در خاورمیانه ایجاد کرده. سیاست خارجی آقای ترامپ رو تا همین لحظه چگونه ارزیابی میکنید و آیا فکر میکنید این سیاست اون بخشش که به ایران برمیگرده در راستای منافع مردم ایران هست یا خیر؟ خدمت شما عرض کنم من به طور کلی با سیاست خارجی آقای ترامپ در این دو مورد موافقم، یعنی در مورد کره شمالی در سال 1992 درست آقای کلینتون وقتی به ریاست جمهوری رسید گفت که ما با کره شمالی وارد یه قراری شدیم و قراردادی بستیم و که کره شمالی دست برداره از پروژه های اتمی، ولی عملا دیدیم که چه در دوران خود پرزیدنت کلینتون و چه در دوران پرزیدنت بوش متاسفانه این نظارتی که لزوم لازم باشه کامل باشه که کره شمالی نتونه به جنگ افزارهای هسته‌ای دست پیدا بکنه متاسفانه انجام نشده و کره شمالی هم جنگ افزار هسته‌ای پیدا کرده و همین که اینا رو آزمایش کرده و نشون داده که این قدرت رو داره، در نتیجه همسایگان خودش به خصوص کره جنوبی و ژاپن رو به شدت نگران کرده، به خصوص اینکه هر دو این کشورها یادمون باشه توانایی داشتن جنگ افزار هسته‌ای رو دارن،
یعنی هم به اندازه کافی از لحاظ منابع دانش این کارو میتونن انجام بدن، هم از لحاظ منابع مالی میتونن انجام بدن و منابع نظامی میتونن انجام بدن. و اگر منطقه صاحب بمب اتمی بشه به طور کلی، یعنی کره جنوبی و ژاپن هم صاحب بمب اتمی بشن، واقعا خطر بسیار بسیار بزرگه. چین هم موافق این ماجرا نیست. چین هم دلش میخواد که خودش به عنوان تنها کشور بزرگ اون منطقه قرار بگیره و هیچ کس دیگه هم بمب اتمی نداشته باشه. بنابراین موافق این که کره شمالی بمب اتمی داشته باشه واقعا نیست، چون الان خطر بزرگ این است که کره جنوبی و ژاپن هم صاحب بمب اتمی بشن. این است که در مجموع سیاست آقای ترامپ در این که میگوید که باید کره شمالی خلع سلاح هسته‌ای بشه به نظر من کاملا درسته. از یک طرف، از طرف دیگه اهمیت داره که کره شمالی از لحاظ هسته‌ای مهار بشه، به دلیل اینکه این تکنولوژی رو میتونه به سایر کشورها صادر بکنه، به خصوص به جمهوری اسلامی. همینجا اجازه بدین نگاهی کنیم به سفر اخیر آقای ترامپ به شرق آسیا. به همین کشورها سفر کردند، به ژاپن، به کره جنوبی، به چین. بزرگترین استقبال تاریخ چین از یک رئیس جمهور آمریکا رو شاهد بودیم که از پرزیدنت ترامپ انجام شد، و اینکه چینی‌ها علارغم سال‌ها مخالفت با دیدگاه واشنگتن در قبال کره شمالی، یه جوری تبعیت کردن، متابعت کردن از اونچه که خواسته واشنگتن و دولت آقای ترامپ بوده. اینها پیروزی رئیس جمهور ترامپ در سیاست خارجیش در منطقه شرق دور آسیا است؟ اگر واقعا صرف این استقبال رو نگاه بکنیم بله، ولی به طور کلی من معتقدم که سیاست همین که صبر استراتژیک امریکا به سر آمده رو بسیار استراتژی درستیه. این استراتژی باید ادامه پیدا بکنه، باید چین به شدت مورد فشار قرار بگیره توسط امریکا و توسط متحدان امریکا که کره شمالی دست از داشتن بمب اتمی برداره، از یک طرف. دومی که حتما مهار بشه، و سومی که جلوگیری بکنن از هر گونه تبادل و مبادله نظامی اطلاعاتی توسط کره شمالی با کشورهای دیگر. این اهمیت بسیاری داره و به نظر من پرزیدنت ترامپ در این زمینه موفق بوده، چرا که شما میدونید که در سالهای گذشته آنچنان خبری در زمینه کره شمالی واقعا وجود خارجی نداشت، در حالی که کره شمالی داشت بمب‌های خودش رو می‌ساخت و این بمب‌ها رو داشت آزمایش می‌کرد و متأسفانه کوچکترین واکنش صحیحی از سوی امریکا و از سوی جهان آزاد علیه این ماجرا نمی‌شد و این بزرگترین اشتباه بود. و الان داریم می‌بینیم که موشک بالستیک کره شمالی از بغل گوش ژاپن می‌گذره. اینا کم خطر نیست، اینو باید یادآوری کنیم که اینا اهمیت داره. اینا چیزی نیست که مثلا فرض کن ملت بزرگ ژاپن مثلا در برابر یک همچین چیزی واقعا بتونه ساکت بمونه، و ژاپنی‌ها و کره جنوبی‌ها نمیتونن ساکت بمونن. من مطمئنم که با حضور چین در این معرکه و با فشاری که چین میتونه روی کره شمالی بگذاره، همینجوری که پرزیدنت ترامپ میگه، کره شمالی از این ماجرا دست برداره، یعنی از این ماجراجویی باید دست برداره. در کنار این حوادث آقای خلیلی، در منطقه خاورمیانه هم شرایط مشابهی داریم. دولت‌های متعددی در منطقه از جمله دولت‌های عربی، خصوصا ائتلاف به رهبری عربستان، اسرائیل، مصر، خیلی از این کشورها همسو و همپیمان با ایالات متحده آمریکا هستند. حتی آقای ترامپ به عربستان به عنوان یکی از نخستین سفرهای خودش به منطقه خاورمیانه و جهان به عربستان میره، به اسرائیل میره. و خب میدونیم که عربستان و اسرائیل دست کم در سالهای اخیر خط کاملا معین و مشخصی بر علیه منافع جمهوری اسلامی در منطقه و حتی گاهن بر علیه ایران عربستان داشته، از جمله اونچه که عربستان در تصویب قطعنامه ها یا نقض قطعنامه های مربوط به نقض حقوق بشر در ایران، در عدم رأی دادن یا رأی ندادن به نقض حقوق بشر در ایران داشته. اینجا چگونه است وضعیت ایالات متحده آمریکا؟ آمریکا کجا ایستاده؟ در صف عربستان
که خب به هر حال دشمنی خونی و دیرینه‌ای با ایران داره، در صف اسرائیل که می‌خواهد یک ایران غیر اتمی در منطقه وجود داشته باشه، یا اساساً نگاه دیگری دارد و روی کردش به ایران چگونه است؟ بذارید اول از اون ور برگردیم، یعنی ببینیم مشکل ملت ایرانه. درست. ملت ایران با دو تا گرفتاری الان مواجهه، یکی با دولت خودش یعنی جمهوری اسلامی ایران و دیگری با ملت‌های عرب منطقه. این ملت‌های عرب منطقه چه اونایی که همسایه ما بودن مثل عراق و چه اونایی که همسایه ما نیستن، اینا هیچ گونه علاقه‌ای به ایران ما ندارن، از یعنی هیچ علاقه‌ای به بودن یک کشوری به نام ایران واقعا نیست. اینا به طور کلی ایران رو به عنوان یک مستعمره کشورهای عربی می‌بینن که در 1400 سال پیش توسط سعد بن ابی وقاص اومدن و در نوردیدن و اینو گرفتن و اصلا اینکه از دستش دادن، یعنی خلفای عباسی از دستش دادن، یعنی هولاکو خان مغول اومده و خلفای عباسی رو معتصم بالله رو کشته و بعد این خلافت عباسی رو جمع کرده، از دست دادن ایران براشون قابل قبول نیست و اصولا معتقدن که ایران جزء اغمار، یعنی باید جزء اغمار کشورهای عربی و اسلامی باشه و همین که ایران به عنوان یک نهاد مستقل باشه براشون پسندیده نیست. از موقعی هم که خمینی اومده سر کار و اعوان و انصارش اومدن سر کار، اینا هم نگاهشون یک نگاه غیر ایرانی به ایران ماست. در نتیجه ما از دو طرف ضربه خوردیم، هم از داخل ایران و هم از خارج ایران. یعنی خارج ایران کشورهای عربی که خوزستان ما رو میگن عربستان، خود خلخالی و خود خمینی و اینا به خلیج فارس ما میگفتن خلیج اسلامی. بنابراین اینا مشکل ما از دو طرفه. حالا باید دید از این مشکلی که الان ما داریم، حالا این به جای خودش، ضمناً این که یک سیاست جدید خارجی، یعنی خارجی جدید از طرف امریکا اعلام شده که تفاوت میکنه با تمام این 37 سال گذشته. ببینید یه موقع است که امریکا به عنوان ابرقدرت جهان، مرگ بر امریکا گفته میشه در خیابان‌های تهران، در خیابان‌های ایران، در نماز جمعه. اصلا اینا براشون اهمیت نداره. چرا اهمیت نداره؟ برای اینکه فرض کنید که بوکسور سنگین وزن، مثلا فرض کنید محمد علی کلی، یک کسی مثلا بر علیهش مثل بنده بیام شعار بدم، خب چه اهمیت داره؟ چون این با یه دونه نوک انگشت بنده رو نقش زمین میکنه. اینه که اصلا برای امریکا اهمیت نداشته که مرگ بر امریکا گفته بشه یا نگفته بشه، ولی از موقعی که پرزیدنت ترامپ اومده توی کاخ سفید واقعا اهمیت پیدا کرده. یعنی اونایی که سرکارن در جمهوری اسلامی اینو باید خوب بدونن و خوبم درک کردن که این موضوع مرگ بر امریکا و پرچم امریکا آتش زدن و از روی پرچم امریکا راه رفتن، برای ادمنستریشن جدیدی که در امریکا هست اهمیت داره و اینها تلافی خواهند کرد. یعنی اینا به این سادگی از این ماجرا نمیگذرن. درست. نوع دیگری نگاه میکنن. میخوام بگم که اون نگاه قبلی دیگه وجود نداره، بگه من اون آدم بوکسور سنگین وزنم، این آدمی که کوچیکه میاد میخواد یک ضربه به من بزنه، اهمیت نداره. اهمیت پیدا کرده. چرا؟ دومی مطلب اینه که جای پای جمهوری اسلامی در همه جای منطقه وجود داره. جمهوری اسلامی امروز به حالت یک امپراتوری استعمارگر که طرف، یعنی میخواد دنبال استعمار و استثمار کشورهای همجوار خودشه، یعنی به سوریه گسیل میکنه، نیرو گسیل میکنه، به لبنان گسیل میکنه، به یمن اسلحه میده، مهمات میده. در افغانستان امروز داریم میبینیم که مشخص شده با توجه به این مدارکی که CIA رو کرده در مورد بن لادن، مشخص کرده که جمهوری اسلامی به شدت با القاعده درگیر بوده، به شدت با بن لادن و خانوادهش درگیر بوده. درگیر بوده که یعنی همکاری میکرده. همکاری میکرده، بله همکاری میکردن و اینها مثلا گفتن که شما امکانات امریکا یا کارهایی که، یعنی
منابع و پایگاه های امریکا رو بزنید، ما از این ور حواسمون به این افرادی که اومدن از افغانستان پناهنده شدن به جمهوری اسلامی، ما حواسمون به اینا هست. و اینا توی مدارکی که در این CIA هفته پیش منتشر کرد کاملا روشنه. آقای خیلی من معذرت میخوام صحبت شما رو میبرم، بخاطر اینکه میخوایم به هدف برسیم، فرصت کوتاهی تا پایان برنامه داریم. ای بابا. خب این مشکلات مشکلاتی بوده که در دوران آقای اوباما وجود داشته. آقای اوباما چرا چشم رو اینها میبسته؟ یا ادمنستریشن آقای اوباما، چرا دولت آقای اوباما نمیدیده این مشکلات رو یا نمیخواسته اینها رو ببینه؟ نه، این مشکلات رو میدیدن، اینا رو نمیخواستن، یعنی فرقی نمیکرده. یعنی که ببینید الان موضوع فرض کنید القاعده که همکاری میکرده با جمهوری اسلامی، اینا رو میدیدن که یعنی مدارک که وجود داشته و اینا میدونستن که اینا همکاری میکنن. و اگر یادتون باشه این اطلاعات یه مقدارش اومده بود بیرون و ما هم میدونستیم، یعنی فقط CIA نمیدونسته. این که اصولا توجهی نمیکردن، اهمیتی نمیدادن به موضوع. که علتش این بود که مثلا فرض کنید اینا دیدن که الان جمهوری اسلامی میخواد با داعش بجنگه، میگفتن حالا بذاریم با داعش بجنگه. خب همین اصلا سوال من دقیقاً همینجاست. میخوام بگم که چه اتفاقی در ژانویه 2017 تا الان در واشنگتن دی سی افتاده؟ چون من و شما که بچه نیستیم، آقای ترامپ هم که عاشق چشم ابروی مردم ایران نیست که بخواد به خاطر مردم ایران یک کاری بکنه. اگر سیاست آمریکا در قبال ایران تغییر کرده، در قبال جمهوری اسلامی تغییر کرده، یعنی منافع استراتژیک آمریکا در منطقه تغییر کرده و رئیس جمهور آمریکا قطعا مدافع منافع آمریکاست دیگه، مدافع منافع من و شما که نیست که به عنوان شهروندان ایرانی تبار. سوالم اینجاست که چه چیزی تغییر کرده در منافع استراتژیک ایران آمریکا در منطقه که حالا این چیزهایی که در دولت آقای اوباما دیده نمیشد الان دیده میشود، الان مهم تلقی میشود و به عنوان چالش مورد بررسی باید توجه کنیم که الان امروز داعش یک چیز فراموش شده است. یعنی داعش به طور کلی شکست خورده، حداقل اون چیزی که ما میبینیم از لحاظ سرزمینی به طور کامل قدرتش در عراق و سوریه از بین رفته، تمام سرزمین ها رو از دست داده، حالا یا توسط قوای دولت مرکزی عراق گرفته شده یا قوای دولت مرکزی سوریه یا توسط فرض کنید کردها یا نیروهای مثلا جنبش های آزادی بخش سوریه. در نتیجه الان به طور کلی داعش دیگه محلی از عراق نداره. باید الان توجه کنیم که نیروهای ایرانی در سوریه چه میکنن، نیروهای ایرانی در لبنان چه میکنن، نیروهای ایرانی همین خود داعش هم مسئله است. آقای ترامپ دستور میده که ما میخوایم با داعش برخورد کنیم، از شلیک موشک های تهاجمی از روی ناو آمریکایی به داخل خاک سوریه و مراکز مورد تایید مورد استفاده داعش 3 ماه طول نمیکشه که پرونده داعش بسته میشه، در حالی که ایران و روسیه و آمریکا و آقای اوباما و نمیدونم دنیا داشتن اونجا میجنگیدن 2 سال، آخ هم از آخ تکون نمیخورد، هر روزم داعش گنده‌تر میشد. یعنی یه چیزی برای من مهدی آقا زمانی که از بیرون دارم به این ماجرا نگاه میکنم مشکوک به نظر میرسه. آیا دولت‌های قبلی نمیخواستن داعش را به این ببرن، ولی دولت اکنون آمریکا تصمیم میگیره و قطعا عمل میکنه؟ این از کجا نشأت میگیره آقای خیلی؟ ولی من باورم نمیشه که دولت‌های گذشته آمریکا طرفدار داعش بودن یا اینکه داعش رو شراکت میکردن با داعش یا داعش رو حمایت میکردن. قدر مسلم اینه که داعش هم یک ضعف ها و یک قدرت هایی داره، اینطوری نیست که همش در چارچوب قدرتی باشه. اونا هم از لحاظ پرسونلی، از لحاظ لوجستیک، از لحاظ مالی همینجوری که پیش میره. خب ببینید داعش با چند تا نیرو درگیر در جنگ بوده، داعش با ترکیه در جنگ بوده، با روسیه در جنگ بوده، با ایران در جنگ بوده، با باقی مانده های سربازان سوریه در جنگ بوده، با بخش های جبهه های آزادی بخش سوریه در جنگ بوده، با بخش عراق نیروهای دولت مرکزی عراق در جنگ بوده، با کردهای سوریه کردهای عراق در جنگ. با همه اینا جبهه باز کرده و خب طبیعتا میبایستی بالاخره در یک نقطه شکست بخوره و اینطوری نیست که این شکست خب به خاطر اومدن آقای ترامپ باشه. درسته. برگردیم به حزب داعش، برمیگردیم وقتی این نقشه رو دوباره نگاه می‌کنیم می‌بینیم انگار که مثلا ما یه فلشبک زدیم به 2 سال قبل، 3 سال قبل، چند سال قبل، درست جایی که در عرصه نبرد کتاب آقای مایکل فلین نوشته شده و همه چی توی همون شرایط، یعنی دوباره همین نسخه‌ای که شما الان در ترجمه فارسیش دست شما هست که به تازگی منتشر شده دقیقاً میاد همینجا. چه اتفاقی؟ یعنی واقعا میخوام ببینم آیا ربطی هست، آیا در این کتاب رازی نهفته است که نشون میده دولت آمریکا و جهان داره در خاورمیانه به چه سمتی پیش میره؟ من فقط 2 تا 4 تا استراتژی عینی رو مایکل فلین پیشنهاد میکنه.
میگه اولش اینه که ما باید دوستامونو حمایت کنیم. این دوستانی که ما در منطقه داریم، یعنی عربستان، یعنی اسرائیل، باید پشتیبانی کنیم. برای کسایی که با ما جون، یعنی جون به ما، جونشونو برای ما میدن یا حاضرن با ما همکاری کنن، ما باید اونا رو حمایت کنیم. این اول. دوم میگه که ما باید با اسلام افراطی در هر جایی مبارزه کنیم، نه فقط مسئله نظامیش. ببینید مسئله اسلام افراطی فقط مسئله نظامیش نیست، اسلام افراطی مسئله اینه که گردن بزنن کسی رو که مثلا فرض کنید رفته با یه دختر توی خیابون تو عربستان حرف زده. خب این که نشد که. آخه شما الان میبینید که عربستان به طور کلی داره زیر و رو میشه. دقیقا. یعنی این اسلام افراطی که مطرحه فقط مال داعش که نیست. اسلام افراطی مال جمهوری اسلامیه، اسلام افراطی مال عربستان سعودیه، اسلام افراطی مال مکتب‌های یک در پاکستان هست که اینا دارن اسلام افراطی. اینها باید چی باشه؟ برچیده بشه. و شما این اتفاقی که در عربستان افتاده حتما یادآوری، همونجوری که شما گفتین، باید برگردیم چند ماه پیش که آقای ترامپ میره اونجا. بله. میره اونجا و یک سیاست جدیدی رو در منطقه ایجاد میکنه. یعنی ولی عهد عربستان که یه شبه خواب نما نشده که بیدار بشه که اینا رو بگیره، بعد یه دفعه یادشون بیفته که اختلاس شده، یادشون افتاده یه سری شاهزاده. همون رقص شمشیر آقای ترامپ است که واقعا. بله. اونجا رو یه خیلی ها میگفتن که ترامپ رفته زیر پرچم عربستان رقصیده، ولی گوین که اعراب رو با همون رقص شمشیر با خودش همراه کرده و پشت سر خودش. بله. شما افراطگرایی رادیکال اسلامی چه در جبهه سنی چه در جبهه شیعه، یعنی شما مقتدا صدر رو که میبینید میرود به عربستان، این شوخی نیست. مقتدا صدری که همیشه سر در آستان جمهوری اسلامی داشته. تمام این چیزا رو باید یادآوری کنم که چیزی که شیعه، یعنی رادیکال اسلامی شیعه، باید برچیده بشه طبق چارچوبی که اینا از اول گفتن. این کتاب یک سال و نیم پیش قبل از این که، یعنی قبل از اینکه پرزیدنت ترامپ بیاد، یعنی یک سال و نیم پیش این کتاب انگلیسی در اومده. یعنی این استراتژی و این پیشنهادات جزء چارچوب این بود. خب دو تا رو گفتید، دوستانمون رو نگه داریم، با اسلام افراطی در هر کجا برخورد کنیم. دو مورد از چهار استراتژی دیگه مونده. سوم این که با اونهایی که دارن اسلام افراطی رو مطرح میکنن قاهرانه برخورد کنیم. یعنی این که نباشه که فقط بگیم که آقا این اسلام افراطی باید ما یعنی پشتیبانی نکنیم. یعنی اون لابی مباحثات و اینها جمع شود. جمع شود. یعنی به طور کامل قاهرانه، یعنی که با قدرت عمل کنیم، بریم بزنیم اینا رو. یعنی اگر موافقت نکردن شوخی نداریم. الان حضور عربستان به نوعی که الان ما داریم میبینیم مورد تایید این کتابه در حقیقت. و بعدش عربستان داره میگه که آقای جمهوری اسلامی، اگر تو تندروی شیعه رو ادامه بدی، اگه بخوای تو حوتی ها رو حمایت کنی، اگه بخوای لبنان رو و حزب الله لبنان رو حمایت بکنی، ما چه کاری خواهیم کرد؟ شما رو خواهیم زد. و این یعنی در واقع میشه گفت همون جوری که عربستان سیماش داره تغییر میکنه، سیمای ایران هم باید تغییر کنه. همون جوری که داعش جمع شد، حزب الله لبنان هم باید جمع شه و منطقه بعد از افراطیگری، چه در کانون افراطیگری عربستان و ایران تخلیه بشه، چه در ابزاری که اینها در جاهای مختلف استفاده میکنه. و چهارم این که جنگ عقیدتی در برابر چی؟ اسلام افراطی را انداخت. جنگ عقیدتی یعنی ایجاد افراد مذهبی لازم برای اینکه این جنگ عقیدتی رو ببره در اسلام، چون معتقدن که آقا اگه شما یعنی چی؟ یعنی اینکه یه اسلام میانه جایگزین اسلام مثلا اسلام روشنفکر دینیه، مثلا کدیوری سروشی بیاد بره جایگزین اسلام خامنه ای و خمینی در ایران بشه. و اسلام قبل از انقلاب 79 ایران، قبل از انقلاب 50 رحمانی که از اسلام. بله. آیا این به نوعی حمایت، دو دقیقه فقط فرصت داریم، این به نوعی حمایت از همون اصلاح طلبایی که تو حکومت هستن و میگن نه ما باید یه روایت قرائت روایی مثلا خیلی نزدیک و رحمانی از اسلام داشته باشیم نیست؟ نه اگر نه به نظر من نیست. شما چون میبینید که آقای روحانی به طور کامل، یعنی به عنوان یک آدمی که
اعتدالگرا حداقل شناخته میشه، از جنگ سوریه همیشه حمایت کرده، از دخالت ایران در عراق علیه کردا حمایت کرده، حضور ایران و جمهوری اسلامی رو پشتیبانی کرده در عراق از این حکومت شیعه موجود در اونجا. یعنی در حقیقت اگر بخوایم خلاصش کنیم اینه که آمریکا از اسلام در قدرت حمایت نمی کند، از اسلام برگشته به جانماز مردم در خانه هاشون حمایت میکنه در منطقه. یعنی در حقیقت بایستی سکولاریتی ایجاد بشه طبق چیزی که حداقل فلین داره صحبت میکنه. بسیار سپاسگزارم. در یک سوال آخر برنامه، یک آره یا نه، دولت آقای ترامپ رو شما موفق میبینید در این یک سالی که پشت سر، کمتر از یک سالی که پشت سر گذاشتی یا خیر؟ من در کارهای خارجیش موفق میبینم، در کارهای داخلیش متاسفانه موفق نمیبینم. بسیار ممنونم بیژن خلیلی که با بزرگواری وقت خودتون رو در اختیار من قرار دادید در این برنامه. سپاسگزارم. از شما هم ممنونم که بیننده این برنامه بودید. وقت خوش. خدا نگهدار.